نظر شما لید چیه؟ اصلا نگران نباشید. میخوام خیالتون راحت کنم. اصلا نیاز نیست برای یک ریتم یک تعریف پیچیده داشته باشید. اصلا تعریف سختی در کار نیست. در واقع چیزی که میخوام بهتون بگم اینه که همه انسان ها به صورت ذاتی و به صورت طبیعی قابلیت درک ریتم رو دارن. هممون یک ایده ای از ریتم توی ذهنمون داریم. حتی اگه ناخودآگاه باشه، حتی اگه هیچ تلاشی براش نکرده باشیم، حتی که هیچ وقت یاد نگرفته باشیم، شاید هیچ وقت بهمون هیچ کسی یاد نداده که ریتم یعنی چی، ولی هممون از بدو تولد، از وقتی که ضربان قلب داشتیم، در واقع اون ضربان قلب یک نوع ریتم بوده و ما ریتم رو درک کردیم حتی تو همون دوران نوزاد بودن. و بعدها وقتی تونستیم راه بریم، وقتی تونستیم بدویم، وقتی تونستیم صحبت کنیم، همه این اتفاقا، همه این صداها در واحد زمان اتفاق افتادن و هر صدا، هر ضربی که در واحد زمان اتفاق افتاده میتونه یک ریتم رو تشکیل بده. یعنی در واقع اصلا یک ریتمه، یک الگوه و این الگوها در واقع همون الگوهای ریتمیک هستن. حتی این صحبتی که من دارم با شما میکنم شامل یک الگو میشه، یک ریتم داره. و حتی میخوام بهتون بگم که این قضیه مختص انسان ها نیست، حتی حیوان ها هم ریتم رو درک میکنن به طور ذاتی و بدون اینکه نیاز به یادگیری داشته باشن. ریتم در موسیقی ویژگی‌های منحصر به فردی داره که هر قطعه موسیقی رو از قطعه دیگه متمایز می‌کنه. یعنی چی؟ یعنی مثلا موسیقی محلی مردم سراسر جهان هر نقطه از جهان با نقطه دیگه فرق می‌کنه. یعنی مثلا ریتم موسیقی محلی آمریکای جنوبی خیلی فرق می‌کنه با ریتمی که آسیای شرقی داره تو موسیقی محلیش استفاده میکنه، با ریتمی که آفریقا داره استفاده میکنه، با ریتمی که خاورمیانه داره استفاده میکنه. یعنی شخصیت ریتمی که این موسیقی ها با هم فرق میکنه. یعنی مثلا تو ایران یک ریتمی خیلی ریتم شنیده شده ایه در موسیقی محلی ما یا همون موسیقی سنتی ما که به این شکله دا 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 دا، یا به شکل ساده تره بخوام بگم دا 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 دا، که ریتم خیلی خوش صداییه به گوش من و خیلی من این ریتم رو دوست دارم و در واقع یک ریتم شش ضربیه که ویژگی های مختص خودشو داره، منحصر به فرده. شما شاید ریتمایی رو تو نقطه های مختلف جهان بشنوید که اشتراکاتی داشته باشن با ویژگی های این ریتم، ولی دقیقا این نیستن. و همین عبارت واسه هر ناحیه از جهان میتونه صدق بکنه. یعنی در واقع هر کشوری، هر شهری، هر نژادی طول تاریخ واسه خودش یک موسیقی رو ساخته که اون موسیقی شخصیت ریتمی که منحصر به فردی داره. یکی دیگه از ریتمایی که خیلی رایج استفاده ازش، خیلی شنیده شده تو قطعه‌های مختلف، سبک‌های مختلف از گذشته‌های دور تا به امروز و حتی شاید آینده، ریتمای 2-4 و 4-4 بوده. یعنی ریتمای 2 ضربی و ریتمای 4 ضربی. و اتفاق جالبیه، شاید ما انسان‌ها نسبت به ریتمای 2 ضربی و 4 ضربی درک ساده‌تری داریم و اون ارتباط بین
مثلا خالقان یه اثر و مخاطب تو قالب ریتم‌های دو ضربی و چهار ضربی بهتر انجام میشه. ما توی موسیقی نوت گرد رو یک واحد کامل در نظر میگیریم. نوت سفید و یک دوم، نوت سیاه و یک چهارم، نوت چند کم یک هشتم. ما با هم تا اینجا راجع به ریتمای 4-4 و 2-4 و 6-8 صحبت کردیم. گفتیم 6-8 6 ضربیه، 4-4 4 ضربیه، 2-4 2 ضربیه. پس تا اینجای کار باید حد زده باشید که ریتما رو با دو تا عدد نمایش میده. عدد بالا نشوندنده تعداد ضرب و عدد پایین هم نشوندنده ارزش زمانی هر ضرب. یعنی اگر ما ریتم رو به صورتی کسر در نظر بگیریم، عددی که تو صورتش همیشه تعداد ضرب‌ها رو و عددی که تو مخرج واحد هر کدوم از اون ضرب‌ها رو نشون میده، یعنی 4-4 یعنی 4 تا 1 چهارم، یعنی 4 تا سیاه در هر میزان، و بقیه کسر میزان ها و بقیه ریتم ها دقیقا همین منطقه داره، یعنی 2-4 یعنی 2 تا سیاه در هر میزان و 6-8 هم یعنی 6 تا چنگ توی هر میزان. حالا اگه موافق باشید بریم با هم یکم این ریتما رو روساز بزنیم، گوش بدیم ببینیم هر کدومشون چه صدایی دارن، چه شخصیتی دارن و چه شکلیه. خب من اینجا مترونومم رو روی ریتم 4-4 تنظیم کردم و تمپو 7-2-3. در واقع تمپو همون سرعت نواخته شدن ریتم و ضرب‌ها، هر چقدر کمتر باشه ریتم آهسته تر و هر چقدر هم که عدد بزرگتری باشه ریتم تندتر نواخته. حالا مترونوم رو روشن میکنیم و با هم ریتم 4-4 رو میزنیم. همونجوری که داشتید مشاهده میکردید، اگه دقت کرده بودید، من ضرب اول رو با شدت زدم و سه تا ضرب بعدی با شدت کمتری نواخته شد. این یه شخصیت خیلی استاندار در ریتم 4-4. یعنی در واقع ریتم 4-4 ضرب اولش با شدت نواخته میشه و ضربای بعدی با شدت کمتر. خب حالا بیاین با این درام کیت جذابی که اینجا داریم ریتم 6-8 هم بزنیم. با هم گوش بدیم، سعی کنیم بشماریم باهاش. میبینیم که ریتم 6-8 هم دقیقا مثل 4-4 ضرب اول میزان با شدت نواخته میشه و میزان ها رو اصلا جدا میکنه. گوش بدیم با هم.